درود گرم خدمت بینندگان عزیز از تلویزیون الوان تیوی و گروه سازمان زنان در خدمت شما هستیم. امروز 30 آپریل 2021 هستش و من فریبا ایرانی و در خدمت شما هستم. مهمان عزیز برنامه‌مون بانو مریم نادری هستند که در خدمتشون هستیم با سوالاتی در مورد پناهندگان. درود میفرستم خدمت شما بانو مریم نادری. سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در این برنامه شرکت کردیم. درود بر شما بانو فریبای عزیز، منم همچنین درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه تلویزیون الوند و همینطور سپاسگزارم که منو در این برنامه دعوت کردین. خیلی ممنون، مرسی. بانو مریم نادری، تا اونجایی که ما میدونیم شما در حمایت از پناهجویان در ترکیه بی نهایت فعال هستیم و میخواستیم سوالاتی رو بپرسیم در این زمینه که وضعیت پناهجویان در ترکیه به چه صورت هستش و چجوری با کرونا و وضعیت بیماری سر میکنن. من یک کوتاه بگم که من اسمم مریم نادری هست و من از سازمان پادشاهی پارلمانی ایران در راستای حقوق بشر بنیانگذار این سازمان هستم در آلمان و ما فعالیت خودمون را در زمینه حقوق بشری از سال 2019 شروع کردیم. در حقیقت از خیلی وقت پیش من با پناهندگان ایرانی در ترکیه در تماس بودم و الان خیلی بیشتر، چون خیلی از پناهنده ها، خیلی از ایرانیان در ترکیه الان پناهنده هستند و اکثریت با وضعیت خیلی بدی هستن، به خصوص الان که کرونا هست. البته کرونا الان در ترکیه نه فقط برای پناهندگان، حتی برای خود ترک هم خیلی وضعیت بده. الان در حقیقت کسی اجازه نداره توی خیابون بیاد، فقط برای خرید الان به طور کل شاتداونه، یعنی نه کسی اجازه داره کار کنه، نه کسی اجازه داره بره بیرون. هر خانواده فقط یک نفر از این خانواده اجازه داره بری بیرون، اونم باید بره به نزدیکترین مغازه که بخواد، سوپرمارکتی که بتونن مواد غذایی تهیه بکنن. یعنی به طور کل الان وضعیت خیلی چجوری بگم، خیلی ساکته در ترکیه و اینکه کسی نمیتونه کاری انجام بده و اکثرا الان در قرنطینه هستن. در حقیقت وضعیت پناهندگان خیلی بدتره، چون پناهنده ها دیگه اجازه کار کردن هم ندارن و متاسفانه از جایی هم بهشون کمک رسیده نمیشه و مسئله خیلی بزرگی دارن که چجوری این مخارج زندگانیشون رو بگذرونن و این براشون خب خیلی سخته. و یکی دیگه هم مسئله ای که دارن این که چون بیمه نیستن، الان از سال 2018 است که مثل این که 2018 است که دیگه پناهنده ها تحت پوشش بیمه سازمان ملل نیستن، کسی دیگه متقبل اون مخارجی که برای بیمه هستش نمیشه و اکثرا دیگه بیمه ندارن، به غیر از کودکان و بچه ها که بیمه هستن و اگر براشون اتفاقی بیفته، کسانی که کرونا دارن. در حقیقت من با دوستانی که در ترکیه هستن، پناهندگانی که در ترکیه هستم صحبت کردم، اگر اینها کرونا بگیرن باید در خونه بمونن مگر اینکه حالشون به قدری بد بشه که حالت تنفس و اینا شدید باشه یا ششاشون ناراحت باشه، اون وقت اجازه دارن به بیمارستان برن. اما در مدتی که اون 2 هفته اول باید توی قرنطینه بمونن و در حقیقت کاری نمیتونن انجام بدن. یعنی من فکر میکنم اگر کرونا بشن، کسایی که کرونا بگیرن میتونن از مزایای پزشکی از بیمارستان دولتی استفاده بکنن، اما اکثریت در خونه باید بمونن و قرنطینه بشن. الان این وضعیتی که برای پناهنده‌های ایرانی در ترکیه هستش.
بانو نایدی، میخواستم بدونم در مورد وضعیت اقامت این پناهجویی ها به چه صورت هستش؟ ببینین اگر پاس ایرانی داشته باشن میتونن ایرانیان بدون ویزا وارد ترکیه بشن، مثل اینکه تا یک سالم میتونن توی ترکیه بمونن با پاس ایرانی و بعدش نمیدونم، مثل اینکه باید یا خونه داشته باشن یا خونه اجاره کرده باشن که بتونن اقامت بگیرن، یعنی باید تکلیفشون معلوم باشه. اما کسانی که پناهنده هستن وقتی که وارد میشن از پاسهای ایرانیشون رو باید بدن و تقاضای پناهندگی بکنن و دیگه UN هم مسئولیت این پناهندگان رو نداره، فقط الان پلیس ترکیه اقامت چیز وزارت امور خارجه، نه ببخشید مهاجران و وزارت امور مهاجران الان مسئول پناهنده ها هستش و اونهان که تصمیم میگیرن که یک پناهندگیش قبول میشه یا پناهندگیش قبول نمیشه و دولت ترکیه تصمیم میگیره که این پناهنده ها به کدوم قسمت از ترکیه برن. اکثرا پناهندگان رو به شهرهای کوچکتری میفرستن و نه به شهرهای بزرگ و به خاطر همین هم هست که اکثر پناهندگان مسئله کاری دارن، چون در اون شهرهایی که هستن کار خیلی کمه و اونهایی که بیمار هستن در اون شهرها خب بیمارستان خیلی کمه و اینها در حقیقت زیر فشار هستن، زیر فشار بیکاری و زیر فشار بیماری. بان مریم، میخواستم بدونم که میدونی که تو شرایط بد، وضعیت بد اجتماعی که تو ایران الان هستش، موج بیشماری از مردم میخوان که خارج بشن از ایران. شما چه پیشنهادی میکنی یا میتونیم یه جوری راهنمایی بکنیم مردم به خاطر خارج شدنشون؟ من یک دفعه با یک نفر با یک خانومی که از UN بود، سازمان ملل در ترکیه بود، باشون صحبت کردم. ایشون به من گفتن حدود 10 میلیون الان مهاجر هستن، پناهجو هستن در تمام دنیا، نه فقط در ترکیه، در تمام دنیا. و ایشون گفتن از این 10 میلیون فقط 1% قبولی میگیرن. شما الان حساب کنی اگه 10 میلیون باشه 1% باشه، یعنی چیزی میشه نزدیک 10,000 نفر که پناهندگیشون قبول میشه. شما حساب بکنین که از این 10,000 نفر ما خودمون از این 10 میلیون چند نفرشون ایرانی هستن که میتونن قبولی بگیرن. یعنی من اینو میخوام بهتون بگم که خیلی کم میشه، یعنی خیلی خیلی کم میشه. اکثر با پناهنده هایی که در ترکیه هستن ایرانی، من باشون صحبت میکنم، همشون میگن چرا نمیدونم به سوری بیشتر میدن، به افغانی بیشتر میدن، نمیدن با ما ایرانی اصلا نیستیم، سالیان سال اینجا هستیم اما به ما پناهندگی نمیدن. یک، به خاطر اینکه تعداد پناهنده ها خیلی زیاده و تعداد قبول کردن این پناهنده ها در حال حاضر به خصوص بعد از جنگ در سوریه، چون پناهنده خیلی زیاد شدن، قبلش خیلی بهتر بود اوضاع پناهندگان، اما بعد از جنگ سوریه وضع پناهندگان خیلی بدتر شد چون خیلی مهاجر زیاد شد. و شما باید اینو حساب بکنین که اکثر ایرانیایی که با امید این هستن که میخوان بیان ترکیه و پناهنده بشن، خودتون باید حساب کنین که چقدر میتونن قبولی بگیرن. یعنی من به هموطنان ایرانی میگم یا شما باید پول زیاد با خودتون بیارین توی ترکیه که بتونین اینجا یک کاری، یه بیزینسی بزنین یا زندگیتون رو توی ترکیه درست بکنین به امید اینکه میایین ترکیه و اینکه پناهندگیتون به زودی قبول میشه، شما بتونین یک کشور دیگه برین. اینو فراموش بکنین، یعنی واقعا اون تعداد افرادی که بتونن حالا با کمک اون قاچاقچیا از ترکیه رد بشن و بتونن به کشورهای دیگه بیان خیلی 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 کمه. و اینکه وقتی که این افراد هم به کشورهای اروپایی میاد، متاسفانه کشورهای اروپایی هم به اینها دیگه اقامت، یعنی قبولی پناهندگی نمیده. یعنی تنها چیزی که من میگم قبل از اینکه شما فرار کنین یا بخواین
تقاضای پناهندگی بدین یا بیاین تو ترکیه، کاملا راجب دقیقا راجب اومدنتون به ترکیه فکر بکنین، چون ترکیه یک کشور غریبه است، کشور ایران دیگه نیست. شما اگه بی پول بشین، بی غذا بشین، هیچی نیست، هیچ مزایایی نیست در این کشور. و توصیه من به دوستان اینه که از قبل خوب فکر بکنین و بشینین برنامه ریزی کنین. بدون برنامه به نظر من از ترکیه اومدن بیرون، فقط از ایران اومدن بیرون به ترکیه بدون برنامه، یک باعث یک از یه منجلاب در اومدن به یه منجلاب دیگه افتادنه. در کل شرایط پناهندگان خیلی بد هست تو همه کشورها تا اونجایی که من دیدم، ولی برای اومدن بیرون برای هموطنانمون پیشنهاد خاصی نیست یا خطرناک؟ ببینین دوست، جوانانی که میان بیرون خب به امید تحصیلات، به نظر من از همون اول اگر دنبال پذیرش باشن برای دانشگاه خیلی بهتره تا اینکه مثلا بخوام بیان اول از راه پناهندگی بیان. به نظر من از راه دانشجویی بیان خیلی راحت تر، خیلی بهتره، میتونن بیان اینجا درسشون رو بخونن تموم بشه. افرادی که میخوان بیان اینجا کار بکنن باید حرفه‌ای بلد باشن. میدونین اگر شما حرفه‌ای بلد باشین یه کاری بکنی، باز حتی اگه تو خود هم ترکیهش هم که باشین میتونی یه کاری رو انجام بدی، اما اگر حرفه‌ای بلد نباشین و سیاسی هم نباشین بیاین در ترکیه، خب وضعیت خیلی خراب میشه. یعنی شما باید فکرشو بکنید از یه راهی حقوق زندگیتون رو بگذرونید. و اینکه ترکیه از ایران الان خب مخارج بالاتره، گرونتره، در شکی نیست، اما به نظر من از قبل فکراتون رو بکنین. و اگر واقعا از لحاظ سیاسی در ترکیه هستین، وقتی وارد میشه حتما پناهندگی سیاسی بدین، این خیلی مهمه. خیلی ها میگن هم چون دولت ترکیه با ایران همکاری میکنه ما این کار رو نمیکنیم، اما به نظر من این اشتباس. حتما شما چون تا موقعی که خودتون رو معرفی نکردین به عنوان پناهنده، شما نمیتونین پناهندگیتون رو به قبولی برسونین. در حقیقت دولت ترکیه است که تصمیم میگیره شما به یک کشور دیگه برین، به یک کشور اروپایی یا به کشور آمریکایی یا استرالیا برین، اونهان که تصمیم میگیرن و شما باید پلیس ترکیه رو قانع بکنین که پناهندگی شما قبول بشه. درسته. حالا همکاری شما با سازمانهای دیگه به چه صورت هستش و چجوری میتونیم به پناهجویان کمک بکنیم؟ ببینید ما در سه قسمت، ما سه بخش داریم در سازمان ما. یک بخش هست که ما کمک های حقوقی، یعنی راهنمایی حقوقی میکنیم، برای اینکه بعضی از ایرانیایی که وارد ترکیه میشن قوانین ترکیه رو نمیدونن و خیلی اشتباهات میکنن که باعث میشه که مشکل براشون درست بشه و نتونن اقامت بگیرن. ما سعی میکنیم در این راه ها به پناهندگان کمک بکنیم که بگیم از چه راه هایی وارد میشین، حتی در مورد هایی که احتیاج به نامه داشته باشن برای ادارجات، ما به اینها نامه میدیم که بتونیم به اینها کمک بکنیم در راهی که دارن میرن. دوم از این که در یک بخش دیگه که ما داریم کمک رسانی پزشکی هست که ما با سازمان در حال حاضر با سازمان پیشاهنگان بدون مرز توی قسمت پزشکی داریم همکاری میکنیم که پناهنده هایی که احتیاج به کمک پزشکی دارن تا اونجایی که ما خودمون پزشکانی رو که میشناسیم در قسمت های متخصص هایی که در قسمت های مختلفی هستن معرفی میکنیم و اینها رو از راه آنلاین، از راه اتاق زوم به همدیگه وصل میکنیم که مریض و پزشک همدیگه رو ملاقات کنن، صحبت بکنن راجع به مسائلی که دارن و همینطور به اینها کمک دارویی میکنیم که اگر بشه احتیاج به دوایی داشته باشن، ما یا مثلا عینک چیزهایی یا قرصهایی هستن که خیلی گرونن، ما تا اونجایی که بتونیم از طریق این پزشکان به اینها کمک میکنیم که این داروها رو بتونن بخرن. از یک بخش دیگرش هست که ما کمک های پولی میکنیم، در حقیقت نه فقط پول بلکه غذایی میکنیم ما برای اشخاصی که وضعیتشون خیلی خرابه و بچه دارن در خونه و به خصوص بانوانی که
بی سرپرست هستن و با خانواده با بچه هستن اما شوهری ندارن، باید تنهایی در حقیقت مخارج خونشون رو بدن. به اینها کمک های غذایی میکنیم، پاکت های غذایی میدیم ماهی یک بار که اینا بتونن مایحتاج زندگیشون رو بگذرونن. و کسانی که خیلی سخته، یعنی مثلا خیلی وقت پول ندادن، از بیپولی دارن بیرونشون میکنه از خونشون، تا اونجا که بتونیم زیر بغلشون رو میگیریم که در حقیقت توی خیابون نیفتن و بتونن که زندگیشون رو بگذرونن. این در حال حاضر این سه کاری که ما داریم انجام میدیم، چون الان کرونا هست ما پروژه های دیگه هم در حقیقت در پیش رو داشتیم اما به خاطر کرونا نتونستیم انجام بدیم. یکی این که ملاقات های با هم دیگه بکنن پناهنده ها، که با هم ورزش بکنن، یه سالن ورزشی بگیریم که اقلا هفته یک دفعه همدیگه رو ملاقات کنن. برای کودکان پناهنده برنامه های تئاتر بذاریم یا برنامه های موزیک بذاریم که بچه ها بیان دور هم جمع بشن یا با هم نقاشی بکنن. ولی متاسفانه الان به خاطر موقعیت کرونا این پروژه ها شدنی نیست و البته ما هم یه بودجه زیادی نداریم از بینندگانی که الان در تلویزیون الوند برنامه ما رو تماشا میکنن. از اینها خواهش میکنم اگر امکانش هست به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم به هرچه بیشتر به پناهندگان کمک کنیم. همینطور در قسمت پزشکی اگر دوستانی هستن که مایل هستن به پناهندگان فارسی زبان در ترکیه کمک بکنن، به تلویزیون الوند خبر بدن یا به صفحه وبسایت ما برن، پادشاهی پارلمانی ایران، اگر به فارسی هم بزنیم پادشاهی پارلمانی ایران، شما میتونید وارد این وبسایت بشین و درخواست بدین که به ما کمک بکنید. با نادرین، من میدونم که شما خودتون در ترکیه نیستید، این کمک ها رو به چه صورت برای پناهجویان در ترکیه ارسال میکنید؟ ما افرادی در ترکیه داریم که خودشون پناهنده هستن در ترکیه و با سازمان ما همکاری میکنن. ما دوستانی که در ترکیه هستن، افرادی که بی‌بضاعت هستن و در حد احتیاج به کمک دارن، اینها رو شناسایی میکنن برای ما، اینها رو به ما ریپورت میدن، یه لیستی درست میکنن و از روی این لیست مثلا ما میفهمیم که این اشخاص احتیاج به کمک مالی دارن یا این اشخاص احتیاج به کمک پزشکی دارن. اینا در حقیقت افرادی که در خود ترکیه هستن به ما اینو ریپورت میکنن. من خودم تنهایی از اینجا نمیتونم کاری انجام بدم، من فقط وصل میکنم، یعنی کار من واسطه است، واسطه این افرادی که در ترکیه هستن و من اینجا در اروپا هستم، سعی میکنم اینها رو به هم دیگه وصل بکنم. بسیار عالی و سپاسگزارم از شما بانو نادری، استفاده کردیم، امیدوارم دوستان عزیز و مردم ایران هم از پندهای شما درسی گرفته باشن و یا به کار بگیرن و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کرد. آینده باشید. خیلی ممنون، مرسی بانو فریبا، من خیلی خوشحال شدم که در برنامه شما شرکت کردم. شبتون خوش. شب شما خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار.